جلال. سلام شاگردان عزیز، امیدوار هستم که صحت و سلامت باشید. با امیدواری درس امروز ما را آغاز میکنیم. درس امروز ما جلسه دهم صنف دوم مضمون دری است که موضوع درس ما مطالعه است. صفحه کتاب ما 22. با ادامه درس های قبلی ما لغات داشتیم که با ادامه از و چند لغت دیگه هم اضافه شد. درس ما شامل سه لغت است که میخوانیم: مطالعه، خواندن کتاب یا نوشته های دیگر. مطالعه، خواندن کتاب یا نوشته های دیگر. آگاه، آگاه با خبر، آگاه با خبر. مطالب، مطالب جمع مطلب مقصد، مطالب جمع مطلب مقصد. خدا کنه که لغاتتان حفظ کرده باشین، به ادامه از او سه لغت دیگه هم و در جمله های مناسب به کار برده باشین. میریم به طرف کتاب ما، صفحه 22 کتاب ما، درس دهم مطالعه. قبل از اینکه درس آغاز کنیم چند سوال است که یارمو جواب میدیم. در رسم چی میبینید؟ آفرین، در رسم یک پسرکی است که کتاب مطالعه میکنه. سوال دوم، آیا مطالعه را دوست داریم؟ بله، چون با مطالعه کتاب و اخبار ما با کلمه های جدید آشنا میشیم. سوم، با مطالعه کدام مطالب بیشتر علاقه دارید؟ چون ما میفهم که شما شاگردای درس خوان هستید، تمام آن کتاب ها را شما مطالعه میکنید و در پالوی کتاب های مکتبتان بعضی کتاب های مفید هم مطالعه میکنید. درس ما را آغاز میکنیم. صفحه 22 کتاب مطالعه. شما دقت کنید، وقتی که من درس میخوانم شما دقیق باشید و گوش بگیرین که من چه قسم کلمه ها را تلفظ میکنم. مطالعه در زندگی انسان ها اهمیت بسیار دارد، زیرا معلومات ما را زیاد میسازد. در هنگام مطالعه با کلمه های جدید آشنایی پیدا میکنیم. با مطالعه کتاب، روزنامه، مجله و غیره مطالب خوب را میآموزیم. پس برای ما لازم است تا همه روزه مطالعه کنیم. ای بود درس امروز ما. خدا کنه که دقت نموده باشیم. میریم به صفحه بعدی. صفحه بعدی کتاب ما در صفحه بعدی کتاب ما فعالیت هاست که فعالیت شاگردان به طرز خوانش متن درس توجه کنید. که خدا کنه که توجه نموده باشین، متن درس را بخونید. چندین بار متن درس هم میخونیم. کلمه های مطالعه، انسان، روزنامه و آشنایی را روی تخته هجا کرده بگویید هر کدام چند هجا دارد. شما در کتابچه هایتان این کار را انجام میدید. مانند کلمه، کلمه، هجا. این طرف کلمه را براتان داده، طرف در ستون دوم هجا را. مطالعه، ما، تا، له، ا. چند هجا؟ چهار هجا. جمله های زیر را با توجه به متن درس در کتابچه هایتان تکمیل کنید. مطالعه در زندگی انسان ها چیز اهمیت بسیار دارد. با مطالعه کتاب، اخبار و مجله مطالب خوب را می آموزیم. و بخش آخر که سه لغت ما بود که ما خواندیم، مطالعه، خواندن کتاب یا نوشته های دیگر، آگاه با خبر، مطالب جمع مطلب یا مقصد. این بود درس امروز ما. خدا کنه که دقت نموده باشید.
و شاگرد عزیز لغات حفظ میکنید و در جمله های مناسب به کار میبرید. خود متن درس منظم نوشته میکنید. سر صفحه‌تان کار خانگی و تاریخ فراموشتان نشه. تا درس بعدی، الله نگهدارتان.